او باید باز به دلیل رشد سلول‌های سمت راست مغز به دوبینی خودش با مادر و جدایی خودش از مادر آگاهی پیدا کنه و اینجا سپریشن انگزایتی یا اضطراب جدایی آغاز میشه و کودک میماند و این من ناتوان عاجز متکی وابسته و مادر این تماما قدرت از همدیگر فاصله میگیرند. در اینجاست که برای اولین بار در زندگی کودک انسان که تولد روانی او همزمان با تولد جسمی او آغاز نشده، بلکه در 5 سال اول عمر تولد روانی او فرم میگیرد، در اینجاست که کودک برای اولین بار تجربه ای داره به اسم رابطه، relationship. I کودک and others، دیگران که این دیگران مادر و پدر هستند در مرحله اول، از هم جدا میشن. اینجاست که بسیار مهمه که تجربه کودک از این رابطه چیست. آنی که بیرون از من است و تمام قدرت ها در دست اوست، مرا حس میکند، مرا دوست دارد، در کنار من است، مرا حمایت میکند، مرا حفاظت میکند، برای من ارزش و احترام قائل است و زندگی را برای من آسان می کند یا خیر. این تجربه هست که پایه مهمترین بود وجودی یک انسان، یعنی به قول اریک اریکسون Trust versus Mistrust، اعتماد و بی‌اعتمادی رو فرم می بخشه. یا او مشتاق و مطمئن از جهان بیرون، دل مشغول برقراری روابط مکرر بیشتر میخواد باشه، یا اینکه از جهان خشن سرد بی عاطفه بی ثبات غیر حامیانه به خودش برمیگرده و با پوششی از مکانیزم های دفاعی به حیات جسمانی خودش ادامه میده و حیات روانیشو در دست مکانیزم های دفاعی خاصی میسپره. برای اینکه احساس ضعف نکنه به خود بزرگبینی پناه میاره. برای اینکه احساس نیاز نکنه به امنیپوتنسی یا قادریت مطلق پناه میاره. برای اینکه دنیای سرد بیرون رو لحظه به لحظه دردش رو تجربه نکنه به انکار رو میاره. و برای اینکه این رنج رو به نزدیکترین کسانش که دائم با او هستن نسبت نده، به جا به جا سازی پناه میبره. یعنی این ستم به هر کسی میتونه در واقع پروژکت یا فرافکنی بشه. همین مکانیسم ها در چارچوب تجربیات فردی جلوه دوگانه پیدا میکنند. یعنی چی؟ به دلایلی که یک بخشش جنتیک تمپلیت یا لوح ژنتیکی ماست و دلیل دومش تجربیاتی که ذهن ما رو میسازه، ما به دو نوع به این شرایط پاسخ میدیم و دو نوع خودشیفتگی شکل میگیره. خودشیفتگی اول نوع ابلیویس یا سرمست و بیخبر. ویژگی خودشیفته سرمست و بیخبر چیست؟ به احساس و واکنش دیگران کوچکترین توجهی ندارد. آقای خمینی، شما پس از چند سال وارد ایران می شوید، چه احساسی دارید؟ هیچ. جاه طلب و پرخاش جوست، برتری طلب است و رقیب را اگر قدرت داشته باشد از بین می برد و اگر قدرت نداشته باشد در خیال نابود می کند. باید پیوسته مرکز توجه و تحسین باشد. غرق نیازهای بزرگ نمایی و سلطه بر دیگران است. همان گونه که مرجان عزیز گفت، وای اگر برای این برتری طلبی یک دلیل موجه ایدئولوژیکی، چه از نوع زمینی اون که آرمان خلق هاست یا از نوع آسمانی اون که جانشینی به جای پیغمبرا و امامان و غیره است داشته باشد. فرستنده قوی دارد ولی گیرنده هایش بنا به موقعیت از کار می افتند و به تأثیر رفتار خود بر دیگران هیچ توجهی ندارد. حرف آخر را باید او همیشه بزند. مخالفت را اصلا دوست ندارد. اگر با او مخالفت کردی، قدرت داشت تو را نابود می کند،
اگر قدرت نداشت با شایعه و دروغ پردازی موقعیت تو را متزلزل میکند. نوع دیگر خودشیفتگی، تیپ خودشیفتگی هایپر ویجیلنس یا آسیب پذیر و مهر طلب است. این نوع خودشیفته پیرو است و فعل پذیر و به پذیرش و تایید دیگران بسیار اهمیت می‌دهد. خجالتی و محتاط است. اعتماد به نفس ندارد. هویت فردی او مقبول نیست. دوست ندارد که مرکز توجه قرار بگیرد. میگی خورشت چقدر پختی؟ میگی شانسی اینجوری در اومده. و تحسین و تمجید را فوراً به دیگری پاس می‌دهد. محتاج یافتن بوتی است که در سایه قدرت و اقتدار او احساس بزرگی کند. تلقین پذیر است و بهترین تومه است برای گروه گرایی های آرمانی و ایدئولوژیک. روابط او با دیگران از نوع چسبندگی های عاطفی اطاعت است، نه همبستگی دو جانبه. با واگذاری ارادش به کسی که از لحاظ شخصیتی نقطه مقابل او یعنی خودشیفته آبلیویس است، احساس آرامش و قرار می کند. من ادعای متواضعانه نسبت به رخدادهای ایران دارم و اون اینه که شیدایی جمعی که ما رو به این جای رسوند که امروز هستیم رابطه‌ای بود بین خودشیفتگی آبلیویس رهبری انقلاب که تا کنون هم ادامه داره و پیروان خودباخته بی‌هویت که عکس امام خود را در ماه دیدند. ادعای متواضعانه من این است که وقتی بت و بت پرست کنار هم قرار می گیرند، یکی از پیچیده ترین رخدادهای روانی و دینامیسم های خطرناک روانی اتفاق می افتد و آن این که بت‌پرست خود ایدئالی و آرزوی خود را فرافکنی می کند بر بتی که در سایه او احساس هویت کند و این هویت فرافکنی شده، هویتی که قبلش یک نوع ایدئالیزیشن یا بت‌پرستی یا بی‌نقص انگاری به او برتابانده شده، به او آرامش میده. و جالب این است که خودشیفته سرمست و بیخبر هم خود قربانی این هویت فرافکنی شده میشود. چرا من این حرف رو میزنم؟ به دلیل اینکه به خاطر علاقه‌ای که به این رشته و این کار داشتم و فکر می‌کردم وظیفه نسل منه که دنبال یک جوابی بگردم، در سال 1993 و 4 دو بار سفر کردم به واشنگتن دی سی و با آقای دکتر مهدی حائری یزدی 6 نوار تاریخی تهیه کردم. توضیح میدم، دکتر حائری یزدی پسر عاشق عبدالکریم یزدی حائری یزدی است که بنیانگذار حوزه علمیه قومه و برادر بزرگتر او پدر عروس آقای خمینی. آقای دکتر مهدی حائری یزدی علاوه بر این روابط خانوادگی 60 سال صمیمی‌ترین دوست آقای خمینی بوده. او در این نوارها و مصاحبه‌ها که حتما من این رو به خاطر آگاهی جامعه علاوه بر کتابی که خب تهیه شد و به گرفتاری‌های خورد، خود این سیدی ها رو حتما توضیح خواهم کرد و شما خواهید شنید، ولی با امانتداری کد می‌کنم. ایشون در یک جایی از این گفتگو میگن که تعجب می‌کنم که آقای خمینی چه چرخش و تغییر 180 درجه‌ای در طول زندگیش داد. من سوال میکنم منظور شما پس از رهبری است؟ میگوید خیر، در دو نوبت من چرخش آقای خمینی رو دیدم. میگوید او قبل از اینکه آقای بروجردی به حوزه های علمیه قم بیاید مرد آرامی بود و اخلاق تدریس میکرد، به عرفان علاقه داشت، شاگرد آقای ملکی بود
و شبهای دراز چله نشینی می‌کرد.